سلام بچه ها، چطورید؟ من سینار سینوکس هم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. همونجوری که بهتون قول داده بودم قرار بود ویدیو تنظیمات ریکوردر رو واسهتون بذارم و اینکه تا الان از پوکو ایکس 3 پرو راضی بودم یا نه. خیلی هاتون هم پرسیده بودید چجوری موقعی که ریکورد میکنید صدای انمی یا صدای یاراتون دارید، اما بعدش میرید ریکورد نگاه میکنید نه صدای انمی هست نه صدای یاراتون. همه اینا رو بهتون میگم. این نکته هم راجع به کیفیت ویدیوهای اینستاتون بهتون میگم که یه خورده کیفیت ویدیوهاتون بیاد بالاتر. یوتیوب که همون کیفیت آپلود میکنید بهتون تحویل میده، اما اینستا اینجوری نیست، خیلی اذیت میکنه. یعنی بهترین کیفیت هم بگیری کیفیت رو میاره پایینتر، خیلی اذیت میکنه. این نکته راجع بهش بهتون میگم که کیفیت ویدیوهاتون بیاد بالاتر. خب دیگه کم کم بریم سراغ ویدیو. حتما ویدیو رو ببینید، از دستش ندید. یادتون نره دیگه لایک کن سابسکرایب بزن، بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، این گوشی پوکو ایکس 3 پرو من تا الان، یعنی حدودا فکر کنم در 20 روزی هستش که اینو دارم، هیچ لگی ازش ندیدم. با کیفیت مدیوم هم پلی میدم، فریم ریت مکس، واقعا هیچ لگی ازش ندیدم. گوشی خیلی خوبیه، اذیت نکرد تا الان، که اذیت نکرد، زیادم داغم نکرده فعلا. اگه ببینم اذیت میکنه یه خورده لگ اینا میگیره، کیفیت میذارم رو لو، فریم ریت مکس، ببینم اون موقع دیگه چی میشه. شاید هم مثلا بهتر بشه، کمتر اذیت کنه. اگه ببینم خیلی دیگه اذیت میکنه، یه دونه فن، قبلا باهاتون صحبت کردم داخل اینستاگرام بهش، یه دونه فن واسه گوشی میگیرم. شما اگه خیلی الان لگ دارید، اصلا گوشه شیائومی کلا همینا بعد یه مدت خیلی ضعیف میشن، یه دونه فن بگیرید، دمای گوشی رو 6 تا 7 درجه میاره پایین، خیلی لگتون کمتر میشه. حتما ازش استفاده کنید. میگم اگه منم ببینم بعد چند ماه لگ اینو گرفتم، حتما از یه دونه فن استفاده میکنم. حالا تا دیوایس بعدیمونو بگیریم دیگه، ببینم این تا کجا جواب میده، بعدش ببینم چی میشه. خب بچه ها، بریم سراغ تنظیمات ریکوردر. یا مثلا از چه ریکوردر استفاده میکنم؟ من از ریکوردر خود گوشی استفاده میکنم که سامسونگ 90% خودشون ریکوردر دارن، شیائومی هم دیگه فکر کنم 100% همشون ریکوردر دارن. خب بچه ها، الان دارم ریکورد میکنم، نمیذاره واردش بشم، ببینید هر چی میذارم نمیره داخلش. اولیش رزولوشنه که 2400 در 1080 که بالاترین حد ممکنشه. شما هم بالاترین حد ممکن گوشیتون بذارید، شاید مدل گوشیتون پایین‌تر باشه، شاید پایین‌تر باشه، اگه بالاتر باشه خب بیشتر بذارید. بعدی ویدیو کوالیتیه که خیلی مهمه بچه‌ها. من رو گوشم رو 100 مگاپیکسل فکر کنم، برای شما شاید پایین‌تر باشه. مثلا گوشی مثل نوتاش پرو که خودم داشتم فکر کنم بالاترینش روی 20 بود. شما هم حداقل روی 20 یا 16 بذارید که ویدیو کیفیت ویدیوتون یه خورده خوب باشه دیگه، خیلی پایین نباشه، چون کیفیت خیلی میارم. البته بگم هر چقدر این بالاتر، عدد ویدیو کوالیتی بالاتر باشه، حجم ویدیویی که ریکورد میکنید خیلی بیشتر میشه. الان مثلا واسه من فکر کنم هر گیمی که ریکورد کنم 20 دقیقه اینا حدود 7 گیگ اینا میشه. بعدش توجه نکنید، چیز زیاد مهمی نیست، هم رو اوتو بذارید. بعدش سانسورس که 3 تا گزینه داره، یه دونه سیستم ساند که صدای داخلی خود بازیتون رو ریکورد میکنه که دقیقاً رو همین باد باشه، یه دونه میوته که به درد نمیخوره، یه دونه مایکه که فقط صدای میکروفونتون رو ضبط میکنه که اونم به درد نمیخوره. پایینی پایدار بودن فریم ریت بازیتون یا فریم ریت ریکوردتون رو ثابت نگه میداره، که اینم تیکش رو بزنید که بتونید گزینه پایینیش فریم ریت رو بذارید روی 60. یعنی بالاترین حد ممکنه 60، بیشتر از 60 امکان نداره، یعنی هنوز نیومده همچین چیزی واسه گیم یا واسه ریکورد کردن اینا. شاید مثلا گوشی ساپورت کنه، این گوشی 120 هرتز هم ساپورت میکنه، اما خب بالاترین حدش 60 هرتز. آره دیگه، بذارید بالاترین حد ممکن، ببینید داخل گوشیتون، یعنی این چند تا موردی که گفتم هر کدوم رو داشت، یعنی بالاترین حد ممکنش بذارید، بهترین تنظیمات ریکوردتون میشه همین. خب حالا بریم داخل گیم. تنظیمات گیم توربو که شیائومی گیم توربو داره، حالا نمیدونم سامسونگ داره یا نه، بریم ببینیم چجوری صدای یارامون داخل گیم واسه ما بیفته موقعی که ریکورد میکنیم، بعد ریکورد داخل گیم پلی. البته بچه ها تنظیماتش همینه، الان واسه تو میذارم، یعنی تیکا رو همه رو همینجوری بذارید، توضیح خاصی نداره، فقط این قسمت دقت کنید تیکاش دقیقا مثل همین باشه که هم صدای یارتون هم صدای انمیا داخل ریکوردتون واسه تو بیفته. خب حالا بچه ها، آخرین موردم برای اینکه کیفیت ویدیوهای اینستاتون یه خورده بیاد بالاتر، یه خورده بهتر بشه، شما باید اولی که از یه دونه برنامه خوب برای ادیت زدن استفاده کنید که برای موبایل
این شات به نظر من نسخه پرمیومش از همه برنامه ادیت بهتره. درسته به پای مثلا افتر افکت پی سی یا پریمیر پی سی اصلا نمیرسه، یعنی هیچ جوره نمیرسه، اما برای موبایل امکاناتی که داره یعنی چیزی کم نره برای موبایل، در حد موبایل اوکیه. میگم نسخه پریمیومش رو بگیرید که داخل سایت ها بگردید میتونید پیدا کنید. حالا ویدیو که ادیت هم زدید موقع خروجی گرفتن بچه دقت کنید رزولوشن باید روی 1080 باشه، بالاترین حدی که بتونه آپلود کنه. ببینید هنوز 4K برای اینستا ساپورت نمیکنه، یعنی همون کیفیت 4K واسهتون نمیذاره، پس شما باید 1080 بگیرید، FPS یا هم فریم ریت 60 اینو دقت کنید، بعد سیف کنید دیگه تمام شد و رفت. همین میشه بهترین کیفیتی که میتونید بگیرید. بازم میگم اگه PC دارید میتونید با افتر افکت یا پریمیر ادیت بزنید، خیلی بهتر کیفیت خیلی بهتری بهتون میده. خب دیگه بچه ها امیدوارم به دردتون خورده باشه تا اینجا این نکته‌ای که بهتون گفتم. پوکو X3 پرو هم گوشی خوبیه، گوشی بدی نیست، انقدر راجبش بد نگید. تا الان که من چیزی بدی ازش ندیدم، امیدوارم حالا بهترم باشه، بد نشه، یعنی همین بمونه بد نشه، اوکیه. خب دیگه امیدوارم به دردتون خورده باشه این چند تا نکته. یادتون نره لایک کامنت سابسکرایب، به حمایت تک تکتون نیاز دارم. دمتون گرم تا ویدیو بعدی، فعلا.